خوش آمدید آقای دکتر. با درود به شما دوست ارجمند آقای دکتر مهدی آقا زمانی، یار همیشگی، و خب البته ما بیشتر در جاهای دیگه در شرکت کتاب هم دیگر می دیدیم، ولی در جلو تلویزیون اندیشه مثل که بعد از اون جریان شیر خورشید اولین باره. بله، ما امیدواریم که استمرار پیدا کنه. حالا به هر حال حداقل در حد این 10 برنامه ما سعادت و حضور مدام شما رو داشته باشیم. هر زمانی شما تشخیص دادید افتخار ماست. خب جلوتر بگید، من در خدمت. افتخار ماست آقای دکتر. شروع کنیم از انتشار این کتاب تازه، کتاب کریم خان زند. بله. من به دوستان هم نشون میدم این کتاب در ایالات متحده آمریکا و با سرمایه شخصی آقای دکتر انقطاع و یارانشون منتشر شده، کوشیده شده تا زندگی کریم خان زند، این خوشنامترین شاه ایران، به روالی بسیار بسیار خواندنی به سان یک قصه عاشقانه به بینندگان ارائه شده، در حالی که تمام اون لحاظهای تاریخی، تمام اون فکت‌هایی که یک کتاب تحقیقی باید داشته باشه رو داره، همراه با مجموعه تصاویر بسیار زیبایی که گردآوریشون کار سختی هم بوده. مثل اینکه دارم این تصاویری که من می‌بینم اینجا هست و گردآوریشون کار بسیار سختی هم بوده. بله. خب بپردازیم به اینکه چه شد به کریم خان زند پرداختید بعد از اینکه مجموعه ده هزار مرد منتشر شد. بله، عرض کنم بعد از اینکه خب نادرشاه رو من در آغاز کارم بود و علاقه‌ای که خود من به نادر داشتم و شخصیت نادر، 5 جلد یعنی در حدود 2000 صفحه به درازا کشید، شروع کردیم به بقیه شخصیت‌ها. من در این زمینه زیاد توضیح نمیدم، برای اینکه سلیقه ها در مورد این 10 ابرمرد تاریخ متفاوت، به خصوص در میان ما ایرانی ها که علاقه شدیدی داریم به شخص، یعنی اینقدر که ما شیفته خود شخصیم، شیفته رفتارهای شخص نیستیم. ما همیشه عاشق خود اون شخصیم تا اینکه چیکار کرده، اون دنباله کار میاد. بنابراین پیدا کردن این 10 ابرمرد در درازای تاریخ کار کوچیکی نبود. ماها به دوستان مراجعه میکرد، دوستانی که معتقد به بی‌نظریشون بودن، معتقد به اطلاعاتشون بودن، معتقد به تاریخ دانیشون بودن، معتقد به جامعه شناسیشون بودن. از اونا در زمینه ای که 10 نفر به من معرفی کنید که این 10، البته به اونا میگفتم 12 نفر، 12 نفر معرفی کنید که اینا ابرمرد تاریخ من. خب چون معتقد بودم بهشون و اونا میدونستم، خب من همین صرف اینکه اینو بگه فلان کس و فلان کس من قبول نمی کنم، ولی زمان خواستن، به من زمان دادن، من بهشون زمان دادم و صورت دادم. هر چی دور برای شما کوچیک کردیم، دیدیم از 13-14 نفر کمتر نمیشه. ما نمیخواستیم از 10 تا بیشتر بشه. بالاخره این 10 تا رو پیدا کردیم. خب نه تنها میشه گفت اعتراض نکردن، ولی پیشنهاد و توصیه و اینکه راهنمایی، آقا اینو چرا نذاشتی، اونو چرا نذاشتی. من در همون آغاز کتاب که با نام کوروش شروع میشد، چون اولین ابرمرد تاریخ بی برو برگرد کوروش بود، گفتم در مورد فلان کس اسم نبردم. اونجا اسم بردم تو کتاب، ولی اینجا نمیاد. شما میگید این باید جز 10 نفر باشه. من نمیگم نباشه، ولی آیا با نفر دهمی که اینجا انتخاب شده، اکثریت اومدن برنده شده، اینو مقایسه کنید، این نباید 11 باشه؟ یه دو تا نه آقا، نه اون باید 11 باشه. گفتم خب ببینید، ما بی‌طرفانه داریم رسیدگی میکنیم. در هر حال برای اینکه ارزش بدم به نظرات اون هم میهنان که اونها هم دلایلی داشتن برای اینکه جز 10 نفر اونها باشن، گفتم من این کتاب رو با احترام
به کسانی که از دهم تا پونزدهم نامشون نیامده ولی باید باشن، قبلا به اونها احترام میذارم، اونها هم در این زمینه هستن. ولی چون ما قرارمون این بوده که با رأی این صاحب نظران انتخاب شه، ما اینا رو انتخاب کردیم و کارمون رو شروع کردیم و همینطور جلو آمدیم. البته اول من چون نادر رو شروع کرده بودم، بعد اومدم امیر کبیر رو شروع کردم، بعد اومدم در مورد جلال الدین خوارزمشاه یعنی حمله مغول و فداکاری‌هایی که خوارزمشاه کرد شروع کردم. همینطوری پس و پیش رفتیم جلو، نگاه کردم دیدم که بله تقریبا اینا رسوندیم به زمان نادرشاه. بعد از اون نوبت امیر کبیر بود. خب من وقتی تاریخ رو نگاه کردم دیدم بعد از نادرشاه ما باید تاریخ رو پاره نکنیم. بعد از نادر سلسله‌ای که اومد روی کار آقا محمد خان بود، یعنی قاجاریه بود. آقا محمد خان ناهنجاری زیادی داشت، به خصوص ناهنجاری‌های روانی و بیرحمی‌های روانی. بسیار آدم بیرحمی بود، اصلا خطرناک بود. حالا به دلایل مختلف روانی که از نظر جسمی برای این مرد وارد شده بود و اصولاً شخصیتش شخصیت خشنی بود ولی شجاع بود. یعنی اگر این مدت دیگری بود ممکن بود که ایران رو به همون پایه نادرشاه برسونه. ولی چرا جز ده نفر نشد؟ ببینید ما یه معدلهایی داریم، یه بارمهای مثبت و منفی داریم. آقا محمد خان انقدر این بارمهای منفی زیاد بود نتوانه جز اون ده نفر بشه، ولی خب آدم شجاعی بود. یا اون ستمهایی که بر لطفعلی خان زند کرد، اصلا تصورش برای آدم که بخواد این شخص رو ابرمرد حساب کنه تا اینکه بیاد یه نفر محکومش رو به بدترین و شنیع‌ترین مجازات ها محکوم کنه، با دست خودش چشمش رو در بیاره، این چندشاوره. این نمیتونیم ما اینو بذاریم جای کوروش، نمیتونیم اینو بذاریم به جای نمیدونم فردوسی، حتی به جای فردوسیون. ما حتما این ابرمردامو نباید نظامی باشن. فردوسی یکی از ابرمردان تاریخه، اونو باید نامشو نگه داشت در بین. فاصله این دو تا رو خواستی پر کنی، یعنی فاصله بین نادر و آقا محمد خان، امیر کبیر در حقیقت. نه فرز نادر بله، ولی قاجاریه تاریخو پر کنی که فکر نکنن یادمون رفته. ولی خب وقتی میرسیم به قاجاریه امیر کبیره. بعد دیدیم خب کریم خان زند، کریم خان زند وقتی من بررسی کردم آقا چقدر طرفدار داره این آدم، خیلی زیاد خیلی زیاد، به خصوص در صفحات جنوب. ما رفتیم مقدار رو اینا بررسی کردیم، بررسی کردیم، دیدیم که چندان هم بی خود نمیگن. البته در اون حد ده نفر نیه، ولی شخصیتی است. اولا این آدم اطلاعات جامعه شناسی نداشت. اساسا کی بود؟ از کجا آمده بود؟ همه رو میگن. این آدم عضو تیره لک از تیره بزرگ زند بود، یعنی لور بود، لور کامل، لور بود اصلا. چون من دیدم در کتابتونم یه جا نوشتید لوری دلاور زاده میشه. بله اصلا در هر جا من برای اینکه ازش دفاع کنم این لغت لور رو آوردم، چون بهترین وسیله دفاع از این آدم همین لور بودنشه. این آدم اطلاعات سیاسی نداشت. این آدم مثل نادر از 18 سالگی در کار سیاست نبود. نادر 18 سالش که بود اومد توی تیره بابا خان در مشهد و داماد بابا خان شد، فرمانده گروه شد. از همون زمان مبارزات خودش شروع کرد. بعدم که شاه طهماسب اونو خواستش، این جلو اومد جلو. و نبوغ مخصوصی هم داشت نادر، این نداشت. این فقط میهن پرست و پاک بود. یعنی این دو صفت این مرد نمونه است.
میهن پرستی، پاکدامنی، پاکدامن در تمام طول تاریخ این زندگی این مرد با همه قدرتی که داشت، پله پله، شهر به شهر، استان به استان، تمام ایران رو گرفت، کرمان رو گرفت، خراسان رو چیز آذربایجان رو گرفت، آذربایجان رو گرفت، خوزستان رو گرفت، همدان رو گرفت، شمال ایران رو همه جا گرفت. فقط گفت من به احترام نادر به خراسان کاری ندارم. خراسان در اون زمان که نوه نادر شاه پادشاه شاهرخ شاه، بله، همون که کور شده بود، همون که کور شده بود که اون خودش داستان مخصوصی داره. گفت به اون کاری ندارم و نداشت. از حق نگذاریم تا آقا نه تا آقا محمد خان اومد بساطه اونو برچید. بعد چرا این احترام رو به نادر میگذاره؟ برای که حالا خب اونو برمیگردم دوباره چجوری انتخاب شد در نادر میگم. بعد برحال احترام رو گذاشت و چیزم. با اینکه شاهرخ شاه وقتی شاه شد این خواست بیاد توی تیره خودش، اجازه نداد. ولی وقتی که کور شد و علی قلی خان کشته شد، این با تیره خودش فرار کرد، اومد و شروع کرد به مبارزه. اما چرا این اومد جزء دستگاه نادر شد که به نادر احترام میده؟ نادر در آغاز کار خب ملوک و طوایفی بود مثل همه جای ایران. شروع کرد به آرام کردن اینا. یک گروهی از بیهم پرستان لور زیر نظر یک فرمانده لور دیگه نامعروفی هم داشت و این آدم مبارزاتی کردن با اونایی که جیبای مردم رو خالی میکردن و راه میبستن. اینا با جنگ های پارتیزانیشون با اونا مبارزه میکرد تا اینکه آرام کردن و یواش یواش اصلا خودشون از اونا باج میگرفت. از این ورم نادر آرام آرام مسیر پله های ترقی رو داره تقیید. نیرومند شد. یه روز فرمانده یکی از فرمانده‌هاش صدا زد، گفتش که این گروه میهن پرستن ولی در دوران من کسی حق نداره باج بگیره، کسی حمله کنه فلان کس باج بگیره. اینا رو سرکوب کنید، بگیرید خوباشون رو زوا کنید، میاد تو ارتش خود من. اینا آدم سرکشی نیست. همین کارم کردم تا این کار انجام شد. گروهی در حدود 115-120 نفر از دلاوران و پیشکسوتان اینا رو دستگیر کرد. اون کسی که مأمور این کار بود اومد به نادر گفت قربان یه قولایی تو اینان، یه دلاورایی رو من تو این 120 نفر میبینم، اینا حیفه که هدر برم. نادر خندید گفت خب همه جوانای لور همینه. گفت خب چیکار کنیم؟ من میخوام اجازه بدید که دعوت کنم اینا رو ببینیدشون. گفت نه، مثلا گردن کلفت‌تر از همه کیه؟ شجاع. گفت یه آدمیش به نام کریم، بهش میگن کریم خان. گفت اسمش کریم خانه ببره. گفت نه لازم نیست بیاریش، اینا رو به صف کنید، من میام میبینم. اینا رو به صف کرد. نادر اومد و شروع کرد به دیدگاه کردم. تا خب میدید که گردن کلفتره، که سینش پهنتره، که فلانتره. رسید به کریم خان. گفت اسم چیه؟ گفت برمان کریم. فهمید این همونه. گفت کریم اسمه. یه نگاهش کرد و رد شد تا آخر دید و بعد همه رو مرخص کرد. بعد اون شخصی که انتخاب میکرد صدا زد گفت دیدمش، خیلی گردن کلفته، خیلی نیرومنده. این هنرش چیه؟ گفت تیرانداز خوبیه، سوارکار خوبیه و شجاع خوبیه. گفت خب یادش بدین. و رفته اینو چند نفر رو یک شب همین زیر نظر گرفتن. و بعد یه روز در امتحان تیراندازی وایساد، نادر نگاه میکرد دید خیلی تیرانداز خوبیه. گفت اصلا بفرستنش تو گارد. در گارد خود پادشاهی، گارد خود نادر، کسانی که حافظ جان نادر بودن و زیر نظر مستقیم او حکومت. بله، گارد نادر شاه، گارد شاهی. اونجا مدارج ترقی رو طی کرد تا شد به فرمانده کل. فرمانده شد، سردار نشد،
نادر کم کسی رو سردار میکرد. لغت سردار مثل سردار جلایر، سردار محمد خان ترکمن، سردار محمد خان افغان، اینا آدم های بالا بودن. سردار احمد خان افغان، اینا 6-9 نفر بیشتر تو زندگی سپاه نادر نبودن. این نه، این فرمانده سپاه خودش بود و بود در سپاه نادر تا روز که نادر کشته شد و بعد خواست فرار کنه بیاد به تیره خودش، که اول علی قلی خان بعد شاهرخ شاه اجازه ندادن، تا اینکه اینا علی قلی خان کشته شد و فرار کرد اومد و کار خودش شروع کرد که بهش میرسه. در موقعی که فرار کرد و کار خودش رو تمام کرد و اومد، این احترام به نادر در ذهنش بود. این بود که زمانی که شاهرخ شاه و اینا موندن اونجا در خراسان، گفت این تیکه رو فعلا من کاری ندارم. بقیه جاها رو گرفت و به تدریج ده ها بار آقای دکتر این آدم از مدعیان، چون ببینید هر دیکتاتوری که در ایران ضربه بخوره سقوط کنه فرق نمیکنه، چون حکومت ایران حکومت خودکامه از در تمام مدت. شاه حاکم و مسلط بر جان و مال و ناموس همه مردم ایران بود، این دیگه حرف توش نداره. وقتی آقا محمد خان میگه 120,000 چشم در بیارید از مردم بیگناه کرمان، این معلومه قدرت در چه حده. از این چیزا ما همیشه پر داشتیم. بنابراین این تنها، یعنی کریم خان زند تنها پادشاهی بود که در دوران زندگیش قدرت عجیب داشت. حالا از نکته های جالب زیبایی که این آدم در زندگیش رعایت کرد براتون یک بار میگم. یکی از نکات خیلی جالبش این بود که در تمام طول فرماندهی خود این یک دماغ بریده نشد، یک چشم در آورده نشد، به جز البته یه مورد که حالا اونو براتون میگم، یک بینی بریده نشد، یک گوش بریده نشد. اینها مجازات های مرسوم در همون دوره است دیگه. مرسوم بود که بعد از صفویه این مجازات ها مرسوم بود در ایران. قبل از اون هم مرسوم بود، همیشه بوده این مسئله، این چیز معمولی نیست. در تمام البته قبل از اسلام نه، این بعد از اسلام بود. بعد در این مورد آقای کریم خان خب طبیعی بود که هر که چیزی بشه گوش بود. شما ببینید فتلیشا وقتی که فرمانده ای رو فرستاد برای جا، اون یارو فرمانده مراس چیزی غنایم جمع کرد، یه مقدار غنایم بر خودش برداشت، نگو به فتلیشا، رندان خبر دادم به فتلیشا که آقا این همه رو برداشته، بهش گفت نه برداشتم. فرستاد دید بله اینا تو خونه اینه، بستش به درخت، با درخت عرش کرد. یعنی مشمعز کننده ترین کار که یک انسان میتونه با یه انسان بکنه، یه آدم وایس رو هی عرش کنه تو تموم شه. خب این اوج بیرحمیه. یک دونه از این کارا رو کریم خان نکرد، به همین دلیل هم تاریخ نویسا هست بینید گوشتن خوشنامترین پادشاه ایران. خب سوال من اینجاست، اساسا کریم خان خودش رو شاه هم نمیدونه، حالا یا حداقل به روایت کتاب‌های درسی که ما خوندیم میگن که او وکیل رعایا بود، نخواست پادشاه بشه اصلا. بله کاملا این رو حالا خوب شد گفتید، چون نکته اصلی که همه خیال میکنن این شاه نشده، ولی چیزه، ولی چرا بهش میگن شاه؟ نه شاه شد، ولی اسم شاه رو خودش نذاشت، برای که تمام ایران زیر نظرش بود. اصلا بصره رو تصرف کرد، جنگید با عثمانی، شهر بصره رو تصرف کرد، اون قدرت میخواست دیگه. بله به هر حال این صفحه 181 رو بیارم یادم نره، برای در مورد این مسئله شاه شدن کریم خان. بله بله میگه، حالا من قبلا اون سخنم رو تمام کنم. این در تمام این مدت پله پله، وقتی که بزرگترین رقیب خودش رو محمد حسن خان قاجار بود، محمد حسن خان قاجار
از اونا بودی چباده پادشاهی میکشید حتی در زمان نادرشاه. منتها چون زورش به نادر نمیرسید کناره نادر مواظب اون بود. بعد که نادر کشته شد این اومد با شاروخ شاه همدست شد. به وسیله همدست شدن با شاروخ شاه قدرت پیدا کرد، اختیارات گرفت. شاروخ شاه غیر از استراباد مضافات استراباد رو هم بهش داد. خلاصه این رو جلوی علی قلی خان علم کردن. علی قلی خان از این آدم میترسید، این رو داشته باشید. بعد وقتی که علی قلی خان میشه شاه این رو از استراباد ور میداره. این هم گوش خوابونده بوده، آدم متفکری هم بوده، طرفدارش هم زیاد بودن. این وای میسه با چیزای صحبت با سران قاجار صحبت میکنه، منتظر میشه تا سر به زنگاه که پدر زن شاروخ شاه شاروخ شاه رو عزل میکنه. برای پدر زنش آخون بود، نایب و تولیه بود، اونو عزلش میکنه، خودش میشه شاه. یعنی اولین حکومت دینی در ایران پدر زن شاروخ شاه بوده. حکومت خمینی از اون زمان اومد که من توی کتاب پایان زندگی نادرشاه نوشتم برید این تاریخ رو بخونید ببینید حکومت اسلامی اون موقع بوده. زنا حق نداشتن تو خیابون سرشون رو بلند کنن، باید سرشون پایین باشه، دامنشون هم تا روی کفششون باشه، مردا حتما باید ریش داشته باشن، زور حتما باید برن مسجد. اینا رو از اون موقع ببینید، ما نداریم بدبختانه، ما تاریخ حافظه ذهنی نداریم ببینیم ما حکومت اسلامی از کی اومده چه بلاهایی سر ما آورده. این دومیش بود و ما نفهمیدیم. اگر به قول دکتر بختیار آقا بگو ببینیم حکومت جمهوری اسلامی یعنی چی. بر این وقتی محمد حسن خان میرجا در جنگ با محمد حسن قاجار در جنگ با چیز کشته میشه، در جنگ با شیخ علی خان زند فرمانده زندیان، خب جلوی کریم خان باز میشه. یعنی دیگه مدعی نداشته، هر چی مدعی داشته یا شکست خورده یا شکست داده تا تمومشون کرده. بعد خب میخواد شاه بشه دیگه، قرارشو میذاره که در شیراز این کار بکنه. اول یه مراسم جزئی در تهران انجام میشه وقتی میفهمه محمد حسن خان مرده، بعد بیاد در شیراز. در شیراز من این مطلب رو براتون میخونم. در آیین‌های یاد شده در شیراز که بسیار ساده برگزار شد، کریم خان از پذیرش نام شاه برای خود سر باز زد و واژه وکیل رعایا تو پرانتز نماینده مردم رو برای خود انتخاب کرد و در آیین‌های رسمی و جشن‌های ملی و دینی در تاریخ نام کریم خان با وکیل رعایا و یا کریم خان وکیل رعایا به کار برده شد. یکی از سرداران ارشد که به هنگام سوگند خوردن و انجام آیین تاجگذاری هنگامی که میشنود کریم خان نام شاه را برای خود برنگزیده، سر نزدیک او میآورد و میگوید قربان لقب رسمی خود را بیان کنی چون چیزی در این زمینه نگفته. و از این پس در مراسم رسمی و فتنامه ها و دیگر مراسم و همچنین در ملاقات با بیگانگان در دیدادهای رسمیتان شما را باید با آن نام بنامند. کریم خان میگه من از میان مردم خواستم، در خدمت این مردم کمر بستم و مردم هم با جان و دل مرا تا امروز از گمنامی تا شاهی همراهی کردن و حتی در شکست هایم نیز مرا رها نکردن. پس من خود را نماینده این مردم میدونم و وکیل رعایا میدونم و به این سمت افتخار میکنم و از این پس هم مرا با همین نام بنام. پس به این دلیله که به این دلیل شاه نگفتنه، به شاه نمیگن. آیا اما یک سوالی که من برام مطرح هست این هست که سیطره او بر تمامیت ایران تکمیل، یعنی دستگاه دیوانی که یک دیوان سالاری که باید یک سیستم و یک حکومت مرکزی داشته باشه در دوره کریم خان وجود داره؟ اتفاقا سوال جالبه ولی پرسشتون یک کمی
زمان میبره، ولی اینقدر این مرد باهوش بوده. زمانی که مقدمات آیین تاجگذاریش یا به قصد وکیل رایش انجام میده، یه بزازی رو، یعنی پارچه فروش، یه پارچه فروشی رو به نام میرزا تراب که این نوه دختری شاه اسماعیل بوده، ببخشید شاه طهماسب بوده، اینو از تو بازار در میاره، از بازار اصفهان، از بازار اصفهان، میگه این شاه ایرانه. شاه لقب شاه میده بهش. چرا؟ نوه شاه فلان، اسمش هم میذاره شاه طهماسب سوم، حالا یه همچین نامی یا طهماسب در این حدود. اینو ماهی ده من روغن، ده کیسه برنج، نمیدونم اینقدر پارچه فلان، اینقدر فلان 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 بهش میده، ده تام گارد، گاردای خودشو میده، مواظب این بودن، احترام داشته، هر ماهی یه بارم یه نامه مینوشته برای این، آخرش امضا میکرده جان نثار کریم برای این یارو. این شاه بود، همه جا بهش اعلیحضرت اعلیحضرت. یه روز دوستانش، رفقاش، فرماندهان سپاه، فرماندهان ایل خودش که همه دلاور، همه گردن کلوف، همه رستم دوران خودش بودن، یا این کیه گوشته اونجا؟ این چیه؟ عروسک این چیه؟ این همه تو طرفدار داری؟ میگه عقلتون نمیرسه، مردم ایران عاشق شایان که نیست، عاشق اون بازمانده اون خاندانی هستن که از بین رفته. اگر من اینو نمیذاشتم، هر روز یه نفر سبولم که بگم من میخوام شاه بشم، شاه صفویه. من یکی رو گذاشتم، پولشم میدم، مواظبشم هست. یه بعض وقتا بهش میگم یه همچین روز. بنابراین تو این 12 ماهی که من بودم کی سربلند کرد؟ هیچ کی سربلند کرد. چون مردم ایران احتیاج دارن دنبال یکی بودن بگن این فرمانده ما باید باشه. من مردم رو میشناسم و خوب شناخ، تا آخر عمرشم هیچ کی سربلند نکرد. بعد از 3 سال این اومد داشت میمرد، همین ابو ترابه، فرستادش تو کاخ شاهی اصفهان، گارد مخصوص هم گذاشت. روزی هم که مرد با احترام کامل خاکش کردن. شاه بوده، شاه نبود. ببینید این هنره، کم کسی بعد از این در زمان شاهان به این اشاره کردن، ولی من دقیقا سخنانشو همه را آوردم. یک بحثی هست در مورد یک قیامی که اگر اشتباه نکنم تقیه دورانی در اون دوران برگزار میکنه، یک قیامی بر علیه همه رو نوشتم چیز میشه، این قیام رو هم توضیح میدید که چی بوده؟ قضیه قیامی که بر علیه در کرمان بوده، این میاد و یه بازی رو یه چیزی رو شکار میکنه، میبره به حاکم شیراز میده، به حاکم کرمان، و اون بهش دونه مثلا کمکی میکنه و یه سلهی میده. وقتی میاد بیرون، از در بیاد بیرون، اونا گاردا خیال میکنن یه پول خوبی گرفته، ازش پول میخواهیم، همونو میده به اونا، بدون پول میاد بیرون. میاد بیرون بهش خیلی بر میخوره، میره قیام میکنه. همین تقی؟ تقی دورانی، بله. اصلا مثلا یه فصلی رو من به نام دورانی در اینجا، چون این همون بخشای معطل مونده تاریخی که کمتر بهش اشاره شده. بله، نه همه رو من دقیق فکر میکنید، من در این مورد بهش استدیده یکی دو سه مورد هست که اصلا نبوغ این مرد رو نشون میده، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مثلا به مسائل دینی توجهی نداشته، هر شب میرفته بغل زنش، خب خانم هم 4-5 تا زن داشته، صبح حمام برو غسل بکن نبوده، میرفت سر کار، میگن آقا فلان نبیستم، حرفا چیه؟ یعنی اون نوع تفکر سکولاریزمی که در دوره نادری باهاش مواجه هستیم همونه. منتقل شده در دوره کریم خانی هم وجود داره. داشتید در مورد تغییر دورانی صحبت میکردین. این آدم میاد انقلاب میکنه، عجیبه که این پیروز میشه، کرمانو میگیره، کریم خان یک دو نفر میفرسته، اونا با دوستان همون دورانی جمع میشن علیه اینایی که کریم خان فرستاده، اونا هم شکست میده. زمانی که به کریم خان خبر میرسه که بابا اینا هم شکست دادن، میگه عجب بدبختی که ما یه تغییر دورانی رو نمیتونیم از میدان بیرون کنیم.
خلاصه یکی دو سه بار این کارو میکنن، بالاخره شکستش میدن و میکشنش. ولی طول میکشه، بیش از یکی دو سال طول میکشه. گفته میشه که قیام دورانی یکی از فرازهای مهم بازشناسی رفتارهای آقای کریم خان زنده، حتی بعد از فتح کرمان اقدام به قتل عام نمیکنه و با مردم مماشات برمیخیزه. این یه فرازی است که کمتر هم در موردش صحبت شده. حتی خودشو فکر میکردن که اگه کریم خان بگیردش میبخشدش، ولی تو جنگ کشته میشه. تو جنگ کشته میشه. بله. نه کریم خان کارهای عجیبی کرده. مثلا روابطی بین کریم خان و میر مهنا هم وجود داره. میر مهنا بله بله. این رو هم توضیح میدید که اصلا میر مهنا که بوده و چه روابطی با کریم خان داشته؟ میر مهنا پسر اون شیخ تنگستانی بوده. اونم قیام کرده بود. ببینید در خلیج فارس انگلیس ها بودن. چیزا بودن. هلندی ها بودن. کریم خان هم بود. از این خورده شیخ‌ها و بچه خورده شیخان بودن. اینا اکثر انگلیس‌ها، هلندی‌ها، کریم خان از اینا استفاده می‌کردن، به خدمت می‌گرفتن علیه اونای دیگه. چندین بار اینا رو هر کدوم به خدمت می‌گرفتن. میر مهنا یکی از همینا بوده. منتها خب جزء یکی از بندرهای ایران بوده. این رو وقتی که می‌گیرنش کریم خان دفاع میکنه، میگه که این چیز منه، این جزء رعایای منه، اینو آزادش کنی. انگلیس آزاد نمیکنه، ببخشید عثمانی آزاد نمیکنه، میکشنش. کریم خان خیلی عصبی میشه، میگه شما یکی از شهروندان منو کشتین و باید تلافی هم در میاره. حالا تلافی نیست که در جای دیگه که بنام بوده بره با اینا همکار باشه، نمیفرسته کشتی، نمیفرسته فرا. ولی همین این جمعگاه و پایین بالا رفتن ها و میر مهنا ها و اینا باعث میشه که فاتحه هلندی ها رو از خلیج فارس میخونن. هلندی ها ناگزیر میشن، دکورش رو جمع میکنن میرن. یعنی اون چه که باعث میشه هلندی ها برخی از جزایر خلیج فارس رو ترک کنن، همکاری نبوغی که کریم خان زند در ماجرای میر مهنا و دیگران داره و همکاری ها انگلیس ها و همکاری انگلیس ها اون حجومه ای اونا هم بدونی ها. اینا این ستا با هم دیگه باعث شدن که اونا رفتن. بعد اون وقت خود انگلیس ها با کریم خان اون خودش درگیری هاشو عجیب بوده. قبل از اینکه به انگلیسی ها بپردازیم آقای دکتر، میدونم که کریم خان روابط بین المللی هم برقرار میکنه. ما با دولت عثمانی که امپراتوری در واقع هم مرز ما در مرزهای غربی هست، روابط خوبی در دوره کریم خانی داریم، یا دست کم روابط خوبی داریم، به جز یک مورد جنگ که همونجور که شما مشاره کردید به فتح بصره ختم میشه، جنگ دیگری در این دوره بین این دو دولت ایجاد نشده، در حالی که در پیش از اون یا مثلا حداقل در طول دوره صفویه بارها لشکریان ایران و عثمانی در روی هم میستن. این رو هم توضیح میدید که روابط سیاسی در واقع کریم خان زند چگونه بوده با سایر همسایگان ایران؟ ببینید بقیه همسایگان ایران براش مهم نبودن. افغان ها رو که دشمن افغان ها بوده، یا تو مش اگه زمان باشه من راجع به افغان ها باهاتون صحبت کنم. این با چیز با عثمانی ها نه تنها کاری داشته، گهگاه کمک با هم دیگه میکردن. در یه جای جزیره فلان بوده، کریم خان کمک میکرده، نیرو میفرستاده، کشتی میفرستاده. بگذاریم از اینکه هم کریم خان هم عثمانی ها بعضی وقتا اون وسط در میرفتن و چون کنار میکشتن تلف ندن، اینا به جای خودش بود. ولی به طور کلی روابط دوستانه بود. در دشمنی با این خورده ها عثمانی ها و کریم خان روبرو هم وای نمیستد، تا اینکه میرسه به زمان اواخر سر. دو سه جا کریم خان پیشنهاد میکنه فلاکس رو آزاد کنن یا فلاکس رو بگیرن، گوش نمیدن. کریم خان خیلی ناراحت میشه. برادر خودش صادق خان میخواد. برادر صادق خان بسیار شجاع بوده. این پدر لطفعلی خانه، همونطور که لطفعلی خان هم شجاع بوده. یعنی این دوتا در تاریخ زندیه اگر صادق خان میشد فرمانده و بعدش اگه چیز بود 100% زندیه سلسله میشد.
ولی این دوتا نبودن، بی عرضه های دیگری اومدن، این اونو کشت، اونو کور کرد، اونو زد، اون فلان کرد، اینا در نتیجه آقا محمد خان پیروز شد. درست. بعد صادق خان میخواد، میگه میخوایم یک گوشمالی بدیم به عثمانی، خان بغداد، چون میدون اونجا خانها مخصوص خان بغداد همه کاره دولت عثمانی بود، اختیار داری بودم، قبول میکن کارها رو درست میکنه اینا و حمله شروع میشه. در حمله که شروع میشه بعد از این سرکشان خلیج فارس که انگلیس ها تحقیق کرده بودن اینا به تایید کریم خان زند، ببخشید به تایید عثمانی ها حمله میکنن که جلوی محاصره بصره رو بگیرن. باید برای باز کردن محاصره بعده وارد دجله بشن. نیروهای اون گروه سرکش، یعنی من نمیدونم میر مهنا بود یا کسی دیگه ای بود، با انگلیسا میان حمله کنن. اینا صادق خان خیلی شجاع و خیلی نکته سنج بوده، اینجا تیرای بلندی آهنی میذاره با زنجیر میبنده و اینا که کشتی ها نتونن بیان، منتها کشتی ها وقتی میان طوفان شهید میشه، این تیرا میفتن، کشتی ها میان. با این حال صادق خان پیروز میشه، میزنه اینا رو داغون میکنه و محاصره بصره تکمیل میشه، بصره رو نگه میداره تا اینکه تسلیم میشن و بصره تصرف میشه و کریم و عثمانی هیچ کاری نمیتونه بکنه. در همین فاصله یکی از بزرگان عثمانی به نام میر احمد خان علیه بغداد قیام میکنه و اون فرمانده بغداد رو میکشه. دانش بغداد بصره تسلیم کریم خان میشه. کریم خان چیزی میخواد، صادق خان رو تشویقش هم میکنه، چیزی میکنه، یه نفر جاش میفرسته. اینی که جاش میفرسته آدم بی عرضه‌ای بوده، نمیتونه چیز کنه. این ایل ها و قبیله های اطراف بصره متحد میشن، میخوان حمله کنن. کریم خان دوباره میگه که خود صادق خان بره. صادق خان میره اونا رو میخواد، باهاشون صحبت میکنه، بهشون قول میده، چیز میکنه و امیدوارشون میکنه و باز اینها دنبال صادق خان میان. تو این هیروویر کریم خان میمیره. کریم خان سل داشته، کلیهاش کار نمیکرده، پیر بوده، سنش بالا بوده. چند سال دوره زمامداری او دریده؟ نزدیک 30 سال. نزدیک 30 سال او زمامداری بله بله دولت جامعی در ایران رو به عهده بله داشت. همزمان خراسان رو هم شاهرخ شاه و اونو اصلا کاری نداشت. درست. ولی هیچ جای دیگه که سر صداش بلند نشد. بعد وقتی که میمیره دیگه وقت بدبختی شروع میشه. تو ملک و طایفه شروع میشه. یکی دیگه میاد، اون علی مراد خان میاد اونو میکشه، اون یکی میاد اینو میکشه. صادق خان میاد، صادق خان میخواستن بگیرن، در میره. مکافات ها میرسه به صادق خان، هم بعد کور میشه. بعد زمانی که میرسه به لطفعلی خان زند که واقعا شاهزاده شجاعی بوده و تونسته بوده اداره کنه اونجا رو، که دیگه اختیار دستش در رفته بوده و لطفعلی خان در حقیقت پسر صادق خان و برادرزاده کریم خان زند است. خود کریم خان فرزند داشته؟ خیلی، سه تا پسر داشته اینا. دو تا پسرش خیلی هم دوست داشته، ولی بچه‌هاش تو جوانی از بین میرن. یکیش میمونه که اون یکیش هم میکشن. بله. آقای دکتر انقطاعی عزیزم، چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. اگر بخوام ازتون بخوام که یک تحلیل جامعی در مورد شخصیت کریم خان به ما بدید و بگید که اگر ما بخوایم امروز شخصیت کریم خان رو دوباره از نو بازسازی کنیم، چه الگوهایی در زندگی کریم خان هست که به درد رهبران سیاسی برای آینده ایران میخوره، با چه نگاهی به کریم خان میشه از حضور او و از درسی که او به تاریخ داده و از اثری که خودش گذاشته درس گرفت برای عبور از این دوران خطری که ما در اون قرار داریم، چه تحلیلی از این شخصیت خطاب به رهبران سیاسی امروز جامعه ایران؟ کریم خان رو اگر شما میخواید از دید یک رهبر سیاسی، یک رهبر مثل نادر،
حتی مثل آقا محمد خان، حتی مثل بقیه شاهان نگاه کنید دوتار اشکال میشید. برای که کریم خان یه پارچه دیگری بود، اون کارهایی که شاهان دیگری میکردن، این از شاهان دیگر از مدعیان سلطنت میترسید، این اومد یکی درست کرد گذاشت اونجا، گفت بیا شاه دیگه، نوه شاه طهماسب و من خودشم میروش نوکر شما کریم. خاموش کرد. ببینید این نبوغه، نداشتیم با در تاریخ این کسا کریم خان. اما همین آدم باید دقت کنید، این آدم لور بود. به وقتی لغت لور یادم میاد یه جوکی من شنیده بودم، میگفتن که همیهنان لور یه نامه‌ای می‌نویسه عروسیشه به دوستانش، یه عروسی ما ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه تا زمانی که دعواش. واقعا این خرو عجیب تیره مغروری هست و عجیب تیره شجاعی هست، یعنی با این تیره نمیشه شوخی کرد. همین وضعیت رو در مورد کریم خان شما داشته باشید. ببینید کریم خان یه مدعی داشت به نام آزادخان افغان، آزادخان کابلی به نام. این چهار بار با کریم خان جنگی، سه بار نزدیک بود کریم خان رو بکشه، یعنی چیزی نمود اون کشته شه، شانسش بود تا بالاخره این کریم خان پیروز شد، اون فرار کرد رفت عثمانی. بعد که کریم خان پیروز شد و من دستم میرزارم کش، این دید در هواپسه اومد رفت تو طویله کریم خان و مون پیغام اصطلاحش همین بود در آمازن، کریم خان سر لطف بیادم میرزارم تو طویله رفتن تو طویله شو رفت تو طویله شو من گفته صداش سن با کاکو بیبینم، چون افغان هم به عمو میگن کاکو، کاکو بیا بود با چرا رفت تو طویله بود، گفت بیا پلو خود من با. من تو رو نمیکشم، از امروز به من مهمان منی، ماهی 300 تومن هم بهت میدم، ولی باشم اینجا دیگه ولش نکرد، به عنوان چیز به عنوان گروگان نگرش داشت تا آخر خیالش راحت شد، بعد هم مرد. Hey yaram vakuv ray rakhsh safim vakuv ray rakhsh safim yaram hey bimiram vrostamey dla. اما این آدم آقای کریم خان، آقایی که در عمرش چرا دماغ و گوشه را نبریده بود، همه را بخشیده بود، دشمن افغان ها بود. میگفت این تیره را شما نشناخته، این تیره هیچگاه نذاشتن ملت ایران، دولت ایران آب خوش از گلوش پایین بره، این تیره نادر رو بیچاره کردم، نادره به اون عظمت رو بیچاره کردم، من با اینا خوب نمیشم. برای اینکه اینا تا آزادخان هست با آزادخانم، آزادخانم به این بره میرم پرف با یکی دیگه میشه. گفت هر سرکشی رو شما بگیرید ببینید چند تا افغان پیرو بشن جز سه توفنگ داراشن، گرفتن گذاشتن مثلا آقای میزسن خان فلان رو، علی مراد خان رو گرفته، گفت چند تا دفعه؟ گفت 200. گفت هر 200 رو سر ببرید. گفتن آقا اسیره، گفت سر ببرید، سر بریدن. قتل عام اسیر میداد خیلی ها،
این آدمی که میگفتن دمانه موره اسیر رو میگفت سر ببرید. دو سه بار، یه بار 900 اسیر رو سر برید. در هیچ جای تاریخ نداریم ما. ولی همش میگفت نمیدونید اینا چقدر خطرناکه. به هر حال شنین شناختی که از این آدم اقوام داشت نمیشه. آره نه اصلا خود کریم خان نمیشه روش یه قضاوت ساده کرد. خیلی پیچیده. این آدم رو باید از دیدگاه تیره‌ای حساب کرد. درسته. ممنونم جناب آقای دکتر ناصر انقطاع. پیشنهاد میکنم بیشتر و بهتر درباره کریم خان زند در کتاب کریم خان زند خوشنام‌ترین شاه ایران به قلم دکتر ناصر انقطاع بیشتر بدانید و به امید اینکه خیلی زود در هفته‌های آینده این سعادت داشته باشیم تا مجموعه 10 ابرمرد تاریخ ایران رو در قالب مجموعه برنامه‌های بزرگان ایران زمین با شما عزیزان ادامه بدیم. وقت خوش، خدا نگهدار. دوستانی که تلفن کردن قبلا و بعدن، شماره سفارش تلفنش سفارش کتاب 660 254 87 57 57 661 باید باشه، 661 254 87 57 661 254 87 57. و تلفن کنید کتاب براتون فرستاده. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.